سرخط خبرهای بسیار مهم. یک طلبه مدرسه در بادغیز خودش را حلقاویز کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان 6-1 مغلوب ایران شد. اولین ولایت که قربانی شد. مشروع خبرها: منابع محلی در ولایت بادغیز از خودکشی یکی از طلبه های مدرسه دینی در این ولایت خبر می دهند. منابع به روزنامه اش صبح می گویند که یک طلبه مدرسه دینی در ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیز روز سه شنبه 23 جوزا خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی اش پایان داده است. به گفته منابع، این فرد گلبدین نام داشت. تاکنون علت و انگیزین رویداد مشخص نشده است. طالبان نیز تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. حلق‌آویز کردن و خودکشی شاگردان مدارس دینی در بادغیز کم پیشینه است. این در حالی است که حدود دو ماه پیش یک دانش آموز مکتب در بامیان خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان 6-1 مغلوب ایران شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های جام مرکز آسیا با نتیجه 6-1 در برابر تیم ملی ایران شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها حذف شد. این دیدار سه شنبه شب 23 جوزا برگزار شد. در نیمه نخست این دیدار 4 بار دروازه افغانستان توسط بازیکنان ایران باز شد. در نیمه دوم بازی 2 بار دیگر نیز ایران موفق به گلزنی شد و تک گل افغانستان توسط فرشاد نور از روی ضربه آزاد به ثمر رسید. با این نتیجه افغانستان از ادامه رقابت‌ها حذف می‌شود. این دومین شکست تیم فوتبال کشور در این رقابت‌ها حساب می‌شود. این تیم در بازی نخست 1-0 مغلوب تیم ملی فوتبال قرقیزستان شده بود. جابجایی ها در بدخشان، دعوای میانگروهی طالبان بر سر چیست؟ حدود 300 تن از جنگجویان پشتون تبار طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان مستقر شدند. این جنگجویان جز نیروهای ویژه استخبارات طالبان هستند و آموزش های نظامی و عملیاتی را در پاکستان فرا گرفتند. آنها تاکنون با طالبان محلی درگیری فیزیکی نیز داشتند. با این حال منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان به نیروهای محلی خود در این ولایت اعتماد ندارند و احتمال می‌رود که مسئولیت امنیتی نقاط کلیدی بدخشان را نیروهای پشتون تبار این گروه بر عهده بگیرند. این منابع همچنان تاکید می‌ورزند که جنگجویان تازه نفس تصمیم دارند تلاشی خانه به خانه را در این ولایت برای بیاندازند. گروه‌های سیاسی مخالف طالبان اما از انتقال تحریک طالبان پاکستانی به شمال و شمال شرق کشور هشدار دادند. این در حال است که در روزهای پسین دو فرمانده مشهور طالبان در بدخشان در پی حمله‌های انتحاری کشته شدند. مسئولیت این حمله‌ها را گروه داعش بر عهده گرفته است. شمار از سیاستمداران و تحلیلگران معتقدند که این افراد قربانی اختلاف‌های در این گروه طالبان شدند. منابع روز دوشنبه 22 جوزا به روزنامه 8 صبح گفتند که حدود 300 تن از جنگجویان طالبان در جریان چند روز گذشته به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رسیدند. به گفته منابع، این جنگجویان که جز نیروهای ویژه این گروه هستند، آموزش‌های نظامی و انجام عملیات‌های پیچیده را در پاکستان فرا گرفتند و اعزام آنان به بدخشان نشان دهنده تغییرات جدی در سطوح مدیریتی و نظامی در ولایت‌های شمال شرق به ویژه در این ولایت خواهد بود. این منابع تصریح میکنند که در حال حاضر جنگجویان پشتون تبار و طالبان مسئولیت امنیتی در دروازه‌های ورودی و کمربندهای امنیتی شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفتند. گفته میشود که طالبان با خلع قدرت نیروهای بومیشان همزمان چندین هدف را دنبال میکنند. بر اساس روایت منابع، اهداف اساسی استقرار نیروهای ویژه طالبان در بدخشان، جابجایی کوچی‌ها در مناطق شیوه، کنترل بر منابع مدنی و جلوگیری از مخالفت‌های احتمالی در این ولایت است. یک منبع آگاه به روزنامه 8 صبح گفت علاوه بر اهداف یاد شده، علاقه‌هایشان را جابجا می‌کنند، چون اینها نیرو و پایگاه‌های پناهگاه‌هایشان را تأمین و فراهم می‌کنند. بافت منطقه را از لحاظ فرهنگی تغییر می‌دهند، اسناد و مدارک تاریخی را از بین می‌برند یا قاچاق می‌کنند. کسانی که در آنجا ماندگار شدند، طبعاً زن می‌گیرند و بافت قومی را نیز تغییر می‌دهند. این موارد اهداف درازمدتشان است و هر کس مخالفت کرد می‌کشند و مسئولیتش را بر دوش داعش می‌اندازند. در همین حال منابع دیگر به روزنامه 8 صبح می‌گویند که در جریان سال جدید چندین مقام استخباراتی و امنیتی طالبان در مناطق مختلف بدخشان که دارای منابع طبیعی است،
سفر کردند. به گفته منابع آنان برای کنترل و بعد از گرفتن منابع زیرزمینی نیاز به نیروهای خودی دارند و می خواهند دست طالبان مالی را از معدن کوتاه سازند، چون این گروه فکر می کند که طالبان بدخشانی سرانجام کار با آنها وفادار نخواهند ماند. با این حال یک مقام دولت پیشین که خود نیست از بدخشان است میگوید طالبهای بدخشی خیزک خود را میزنند، اما طالبها با آنها اعتماد ندارند و جابجایی نیروهای پشتون تبارشان نشان میدهد که پروژه و برنامه در کار است. قتلهای چند روز گذشته هم روی همین هدف صورت گرفته است. افزون بر او منبع دیگر نیست که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در حال حاضر مدیریت بخشای امنیتی و کشفی به شمول ریاست استخبارات این ولایت در اختیار شبکه حقانی قرار دارد. این در حال است که شمار از باشندگان محلی از رفتار جنگجویان پشتون‌تبار طالبان شکایت دارند و میگویند که آنان با مردم بسیار خشن رفتار میکنند. به گفته آنان در محله های تلاشی گوشی های همراه برخی از آبران را بررسی و بازجویی میکنند. یک منبع محلی به روزنامه اش صبح گفته است که دریشی سیاه دارند، سر و فکشان بسته، با تجهیزات پیشرفته مجهز هستند، بسیار خشن هستند، مردم ترسیدن، فضا یک رقم نظامی است، فکر میکنید همین لحظه جنگ میشود. از سوی دیگر منابع تایید میکنند که روز دوشنبه جنگجویان طالبان در شهر فیض‌آباد با هم درگیری فیزیکی و تنش لفظی داشتند. یک شاهد عینی به روزنامه اش صبح میگوید طالبهای پشتون در چهارراهی ها حمام روشن چند طالب بدخشی را یک قسم قفاقکاری کردند. اینها صدایشان را نکشیدند، صلا هم داشتند. یک چند تاشان اول قید به قید شدند، بعد قریب صلایشان را هم گرفته بودند. باز یک چند نفر آمدند، خیره کرده رخصتشان کردند. به گفته منابع پس از آن حادثه یکی از فرماندهان طالبان محلی اقدام به درگیری مسلحانه کرده که با میانجیگری عامر امنیت این گروه از وقوع آن جلوگیری شده است. در همین حال منابع می‌افزند که یکی از اهداف دیگر نیروهای زمینی استخبارات طالبان به بدخشان بازرسی خانه به خانه در شهر فیض‌آباد و برخی از ولسوالی‌های این ولایت است. به گفته آنان طالبان محلی و طالبان پشتون‌تبار در حال رایزنی در این مورد هستند. یک منبع مطلع از این موضوع می‌گوید حال بین 200 تا 300 نیرو آمده‌اند، ممکن تعدادشان به 600 تن برسند. تصمیم دارند که بدخشان را از یک سر خانه به خانه تلاشی بگیرند. فعلا در تلاش گرفتن موافقه بزرگهای طالبهای بدخشی هستند که اینها نظرشان چیست، و بعض ریش سفیدها مداخله کردند که این کار نباید صورت بگیرد، اما آنها به حرفشان مصمم هستند و تلاشی خانه به خانه آغاز خواهد شد. فعلا در فیض‌آباد بیشتر صلاحیت‌ها پیش طالبان پشتون است. با گفته این منبع طالبان محلی احتمال میدن که مسئولیت امنیتی اکثریت مناطق کلیدی بدخشان را تا خزان پیشرو نیروهای زمین گروه براده بگیرن. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشه.